استاد آگاه هست و باز هم مضمون ریاضی صنف هشتم هست. البته ادامه درس گذشته خود امروز کار میکنیم که خواص تناسب هست، البته صفحه 47 است. خاصیت چهارم، تا درس قبلی سه خاصیت خواندیم، امروز بخیر خاصیت چهارم تناسب میخوانیم. ببینیم در خاصیت چهارم تناسب این قسم هست، گفته که هرگاه در یک تناسب صورت ها را با مخرج ها جمع نموده در مخرج و یا صورت ها را از مخرج ها تفریق نموده در مخرج بنویسیم، نتیجه باز هم یک تناسب است. ببینیم اگر شکل عمومی یک تناسب در نظر بگیریم، A بر B برابر است با C بر D. یک تناسب هست. در این تناسب ما چی کار میتونیم؟ اگر صورت ها را با مخرج ها جمع کنیم در مخرج نوشته کنیم و یا صورت ها را از مخرج ها تفریق بکنیم در مخرج نوشته کنیم، باز هم نتیجه ما یک تناسب هست. چه رسیم؟ اگر ما شما داشته باشیم که A بر B جمع A مساوی هست با C بر D جمع C. ببینید اینجا صورت ها رو ما با مخرج ها جمع کردیم، در مخرج نوشته کردیم، یعنی این نتیجه ما بازم یک تناسب است. یا همین صورت ها رو ما شما میتونیم که در از مخرج ها تفریق بکنیم، باز هم در مخرج نوشته کنیم، نتیجه ما بازم یک تناسب است. ببینیم که A بر B منفی A مساوی است با C بر D منفی C، یعنی اینجا صورت ها را با مخرج ها جمع کردیم در مخرج نوشته کردیم و اینجا صورت ها را با از مخرج ها تفریق کردیم در مخرج نوشته کردیم، یعنی این نتیجه ها باز هم یک تناسب هست. اینا رو ما توسط یک مثال واضح میسازیم. ببینید اگر ما شما داشته باشیم که 2/5 برابر باشه با 4/10، این اول یک تناسب باشه، یعنی حاصل ضرب طرفین از این باید برابر با حاصل ضرب وسطین از این باشه. 2 را ضرب 10 میکنیم مساوی میشه با چند؟ 5 ضرب 4. 2 در 20 میشه 5 4 20، یعنی یک تناسب باشه. از این ما شما نتیجه بگیریم که اگر این قانون رو تطبیق بکنیم بالای این تناسب، 2/5 جمع 2 برابر است با 4/10 جمع 4. خب 2/5 جمع 2 10، 5 جمع 2 7 میشه مساوی میشه با 4/10 جمع از این میشه 14. خب یک تناسب جدید به دست آمد. چطور؟ اینا رو ما شما طرفین وسطین بکنیم باید برابر شود. 2/14 میشه 28 و 7/4 28 میشه. خب این یک تناسب شد. و یا ما شما امیر میتونیم که صورت ها را از مخرج ها کم بکنیم، نتیجه ما بازم یک تناسب است. 2/5 منفی 2 مساوی میشه با 4/10 منفی 4. 2/ چند میشه؟ از 5 که 2 کم شود 3 با مساوی میشه 4/10، از 10 که 4 کم شود 6. یک تناسب جدید به دست میآید که نتیجه ما باز هم یک تناسب است. شما طرفین وسطین بکنید، 2/6 مال 12 میشه مساوی میشه 3/4 12. یک خواص دیگر از تناسب که البته ما در یک تناسب میتونیم صورت ها رو با مخرج ها جمع بکنیم و یا صورت ها رو از مخرج ها تفریق بکنیم در مخرج نوشته کنیم، بازم یک نتیجه تناسب جدید به دست میاریم. خب میریم در خواص پنجم تناسب. در خاصیت پنجم تناسب
ما و شما داریم که هرگاه در یک تناسب مخرج ها را با صورت ها جمع نموده در صورت و یا مخرج ها را از صورت ها تفریق نموده در صورت بنویسیم، نتیجه باز هم یک تناسب است. اگر ما شما شکل عمومی زیر در نظر بگیریم، A بر B مساوی با C بر D باشد، شما در این تناسب می توانید که مخرج ها را با صورت ها جمع بکنید و یا مخرج ها را از صورت ها تفریق بکنید، در صورت نوشته کنید، نتیجه بازم یک تناسب است. مثلا ما شما داریم که A جمع B بر B مساوی می شود با C جمع D بر D. خب این خواص ما شما در تناسب داریم. و یا اگر ما شما ای مخرج ها را از صورت ها کم بکنیم، بازم نتیجه یک تناسب است. A منفی B تقسیم بر B مساوی می شود با C منفی D بر D. خب این دو خاصیت در تناسب وجود دارد. ما شما با مثال واضح می سازیم. اگر داشته باشیم که 4 بر 3 باشد، مساوی می شود با 8 بر 6. اول یک تناسب باشه، یعنی 4 6 24 3 8 24 یک تناسب است. پس ما شما میتونیم خواص تطبیق بکنیم برای سوال. 4 جمع 3 بر 3 مساوی میشه با 8 جمع 6 بر 6. خب 4 جمع 3 چند میشه؟ 7. 7 بر 3 مساوی میشه با 14 بر 8 جمع 6 14 14 بر 6. یک تناسب به دست اومده. اگر شما طرفین وسطین بکنید مساوی میشه، ببین 7 6 42 مساوی میشه با 3 4 12 1 حاصل، 3 1 3 حاصل داشتیم 4. این میشه یک تناسب. میشه که شما تفریق شه همه قسم کار بکنید، این نتیجه رو برای شما میده. خب این بود خاصیت پنجم تناسب. میریم در خاصیت ششم تناسب. خاصیت ششم تناسب برای شما اینطور میگه که هرگاه در یک تناسب صورتها را با صورتها و مخرجها را با مخرجها با هم جمع نماییم، در نتیجه یک نسبت جدید حاصل می‌گردد که آن نسبت مساوی به هر یکی از نسبت‌های تناسبی داده شده می باشد. خب ببینید این خواص ما در مثال واضح می سازیم، البته در ابتدا شکل عمومی شده در نظر بگیریم. خب اگر A بر B مساوی با C بر D باشد، در این صورت ما شما می تانیم که A بر B مساوی با C بر D را صورت ها را با صورت ها، مخرج ها را با مخرج ها با هم جمع بکنیم. A جمع B. اینجا شکل رو میشه در نظر بگیرید، A بر B مساوی با C بر D باشد. شما میشه که اینجا A را جمع C در نظر بگیریم و B را جمع D. این یک نسبت جدید حاصل میشه که این نسبت مساوی به هر یک از نسبت های داده شده میباشد. چطور ما شما اینجا یک مثال کار میکنیم؟ ببینید ما شما اگر داشته باشیم 3 بر 4 برابر میشه با 6 بر 8.
یک تناسب باشد. ببینید طرفین مثلا تایپ بکنید 3 8 24 4 6 24. خب یک تناسب هست، ما این خواص میشه که بالای زیر تطبیق بکنیم، یعنی صورت ها رو با صورت ها جمع میتونیم و مخرج ها رو با مخرج ها جمع بکنیم، در نتیجه یک نسبت جدید حاصل میشه. 3 جمع 6 میشه 9 و 4 جمع 8 میشه 12. اینی یک نسبت جدید حاصل شد. بنابراین اینی نسبت مساوی به هر یک از نسبت هایی که اینجا با شما داریم برابر میباشد. ببینید ما شما امتحان میکنیم 3 بر 4 برابر است با 9 بر چند 12. خب این را شما طرف های نزده تایم بکنید، 3 ضرب چند میکنید ضرب 12 مساوی میشه و 4 ضرب 9. 3 12 میشه 36، 4 9 36. خب و یا اینمی نسبت مساوی به نسبت دومی ما هم هست، سعی کنید 6 بر 8 برابر میشه با چند بود 9 بر 12. اینا رو شما طرفین مایه وسطین بکنیم، 6 2 12 1 حاصل، 6 1 6 1 حاصل داشتیم 7 و 8 9 72. خب این بود از خاصیت ششم. امیدوارم که این خاصیت فهمیده باشیم و درس امروزی ما هم به اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که این درس ها مورد فهم شما قرار گرفته باشه. تا درس های بعد